چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شهر ما در شهر زیبای تورنتو امیدوارم که عرضم حضورتون که در این جشنهای نوروزی بهتون خوش گذشته باشه و این انتقال این فرهنگ فرهنگ غنی چند هزار ساله رو به فرزندان خودمون آموخته باشیم که چگونه در حقیقت منتقل می کنیم خب همطور که بارها عرض کردم جشن نوروزی ایرانیان از چهارشنبه سوری یعنی سه شنبه آخر سال که میشه شب چهارشنبه آغاز میشه و تا سیزده بدر که حالا اسمش رو روز طبیعت یا سیزده بدر یا هر چی مینامند خاتمه پیدا میکنه بعض از نوشته هایی که من نوشته بودم بعض از دوستان اشاره کرده بودن که شما نباید کلمه سیزده به در رو جایگزین کنید به روز طبیعت برای که اون چی که در فرهنگ ماست روز سیزده به در هست که به نظرم حرف درستی است چیزی که بایستی واقعا آرزو بکنیم در سال جدید این است از که آزادی و سرفرازی برای کشور عزیزمون و برای مردم بسیار بسیار فریخته و در این حال بسیار صبور که مورد تهاجم همه جوره و همه هم گونه قرار گرفتند یکی از تهاجم ها برعکس اون چی که مقامات جمهوری اسلامی میگن تهاجم فرهنگی بر علیه کشور هست نه در حقیقت تهاجم فرهنگی بر علیه فرهنگ چند هزار ساله با در حقیقت حقایقی که در اون نهفته است خب بنابراین این روز به روز که میگذریم شاید در مدتهای گذشته در زمانهای گذشته انقدر فرهنگ نوروزی ما نه که مطرح نباشه ولی سر زبانها در کشورهای خارجی به وسیله افرادی غیر ایرانی قرار نمی گرفت ولی الان به همت این جمهوری اسلامی حدود 8 میلیون مینیمم یا شاید بیشتر در خارج از کشور زندگی می کنند و این 8 میلیون اونهایی هم نیستند که مثل قدیم جشن عید رو برگزار میکنند بلکه آنهایی هستند که فهمیدن چه چیز مهمی در دست دارند و چه تهاجمی علیه اون ممکن وجود داشته باشه و بنابراین خیلی جدیتر و خیلی مصممتر و خیلی بامعناتر این جشن نوروزی رو در سراسر جهان برپا کردند که حتی میبینید که در ادارات جز در ادارات کل که صد درصد سفره هفسین در تمام شهرهای کانادا تا اونجا که من خبر دارم بین خانواده های ایرانی یا حتی بین شهرداری ها و گاورمنت ها و تمام ایجنسی هایی که به نوعی ایرانی ها در اونجا یا استخدام شدن یا اینکه رفته آمد دارن در هر صورت اون رو برگزار میکنن و الان این مسئله نوروز نه تنها در آمریکا و کانادا به رسمیت شناخته شده بلکه در کانادا ماه فروردین یا ماه مارچ رو به همت بعضی از کنشگران از جمله جناب مایکل پارسا ممبر پارلمنت در آنتاریو به عنوان میراث فرهنگی ایران نامگذاری شده است این کارها که نامگذاری میشه مسئله این است که ما بدونیم که این فرهنگ چگونه شکل گرفته کسانی که پشتبانه این فرهنگ نوروزی حالا یا تیرگان و جشت صده و یلدا و یا اینها قرار گرفتن چه صحبتهایی دارند که بگن اولا اینکه دینی یعنی روزی رو انتخاب کردن که هیچ وابستگی دینی نداره نوروز هست نوروز هیچ وابستگی سیاسی یا مرامی یا قبیله ای یا هی هر چیز دیگری بهش نمی چسبه بنابراین تمام ادیان تمام گروه ها تمام کسانی که روز اول بهار رو به عنوان یک روز زیبا برای شکفتن گل و برای آغاز سالی جدید در برنامه دارند جشن میگیرند و این حقایقی است که پشت این نهفته است و به همین دلیل پادشاهان اخامنشی و دیگر سلسله های نامدار فرهنگ کهن ایران این روزها رو با افتخار اعلام میکردند چون هیچ کسی از این دا دایره بیرون نبود کلیمی ها بودن که در زمان اخامنشی اینها رو از تسلطی که یه گروه به اینها داشتن آزاد کردند و اونها با کمک بودجه هایی که دولت به شاهنشاهی هخامنشی در اختیارشون گذاشته بود رفتن و گفتن برید و شهر خودتون رو و قبیله خودتون رو و تشکیلات خودتون رو بسازید خب اینها فرق میکنه با اون زدیت هایی که شما ببینید در سطح اه الان اه جمهوری اسلامی میگن با رژیم کار داریم ولی به هر نوع الان کلیمی هایی که بیگناه در کشور اسرائیل در همین هفته گذشته طرف داشته تو خیامون را میرفته هدف قرار گرفته کشته شده اینا شادی میکنن خب پس این ادعای شما که شما با دولت ها یا به دلیل فرض کنید که اه انفیر عمل کردن به فلسطینی ها و غیر و غیرو پس این دروغه دیگه چون اون شما باید هدفمند برنامه داشته باشید که ندارید ضمن این که رسالت چنین برنامه ای هم به شما ها محول نشده و به مردم بیچاره کشور ما که باید بودجه سرسنگ سرساماور و سنگینی رو از خودشون بگیرن و بعد دنبال این ایدئولوژی ها و این اعتقاداتی که نه هیچ جا پذیرش میشه نه هیچ وقت موفق میشه و نه هیچ کسی قبول داره حتی خودشون هم قبول ندارن بلکه مردم رو در حقیقت به بازی گرفتن حالا بالاخره خوبم از چیز چیز سالم سال هم گذشته با همین بازی ها میخوام ارز کنم که این فرهنگ قنی یکیش این است که هیچ نوع وابستگی سیاسی و قومی و اینجور چیزا نداره تمام اقوامی که مایلند اولین روز نوروز رو محترم بدارند و جشن برقرار کنند و شکفتن شکوفه ها و آغاز فصل بهار که زیباترین فصل هاست جشن بگیرن حتی در کانادا هم ما میدونیم که به اصطلاح اسپرینگ کلینینگ دارن یعنی تمیز کردن بهار بهاری یا در موقع همین به پیشواز رفتن بهار هست در خیلی کشورهای دیگه هم چه مثلا روز اول عید یا روز اول سال رو بگیرن یا نگیرن یا همچین مراسمی دارن و این نشان دهنده پرقدرت مکتبی است که پشت یا معنایی است که پشت سر این نوروز قرار گرفته و به نظر من اگر یک روز جامعه جهانی به این فکر بیفته که یک روزی رو که روز مثلا دوازده کشور جشن میگیرن و ملیت های قومیت هایی در هر گوشه و کنار جهان از این روز استقبال میکنه به عنوان یک روز همبستگی ملی و همبستگی جهانی بین کشورها شاید پیشنهادی است که موفق میشه و هیچ مشکلی دیگری نخواهد داشت برای که شما هر چیزی که انتخاب کنی بالاخره یه ای موافق نیستن این پس یک وابستگی سیاسی و وابستگی مذهبی یا وابستگی ایدئولوژیک هیچ کدام از اینها در نوروز روز باستانی ما عید نوروز باستانی ما نیست یکی دیگه از خصوصیات نوروز این است که مسائلی در فصل خیلی خوب انتخاب شده و مسائلی که حول و حوشش میگذره صحبت از کمک به مردم هست یعنی یک جشن مردمی است از قبلش دو سه ماه قبل همه خونه ها رو تمیز میکنن قاری هاشون یادمه فرش هاشون میبردن میشستن اون موقع که آب هم در خیلی از خانه ها نبود از چند ماه قبل آماده خانه تکانی عید و تمیز کردن خانه ها میپرداختن. برای بچه ها لباس های نو می و لباس های رو به دور می و بعد مقامات کشورهای دنیا اگر شجاعتی رشادتی از فرماندهان نظامی یا فرماندهان منطقه‌ای یا کسانی که در هر صورت برای مردم خدمت گذار بودند و شاخص شده بودند جوایزی تعیین می‌کردند که در این روز به اونها تقدیم میشد و پادشاهان و ثروتمندان و لباس های فاخر خودشون رو به دیگران میدادند و لباس های نو نوتر می پوشیدن. و همچنین در این مدت به مستمندان کمک می شد و حتی افراد باید بکن... به دیدار سالمندان و بزرگترها می رفتن و کوچکترها هم عیدی و ارمغان و گیفت می گرفتن از بزرگترها و محبت خ... بین افراد خانواده و افراد اجتماع شکل دیگری پیدا می کرد و همبستگی بهتری پیدا می کرد بنابراین از این صحبت ها اگر بخوایم راجع به نوروز بکنیم شاید مصنوی هفتاد من کاغذ شود و همه شما این روزها رو می دونید. و یکی از مسئله مهم این است که که من همیشه در عرایزم یا در نوشته میگم این است که شما ببینید این فرهنگ چند هزار سال گذشته ازش و به ما منتقل شده از پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما و به همین ترتیب هم باید منتقل بشه بنابراین این که یک کسی، یک گروهی مثلا اول اسفند بگن ما جشن نوروزی برقرار بکنیم به نظر من این انتقال فرهنگ نیست یعنی بچه ها میگن شو بالاخره شما روز نوروزتون کی هست شما کی جشن میگیرید به نظرم هر کسی باید همون شب عید و سال تحویل رو جشن بگیره اگر میخواد منتقل کنه اگر میخواد فرهنگ رو به بچه های خودمون که در قربت هستیم زندگی میکنیم اونها با فرهنگ دیگری هم آشنا هستن بنابراین ما باید فرهنگمون رو درست منتقل کنیم بنابراین به نظرم شاید خب بالاخره هم برای همه مویستر نیست که در همون شب جشن باشه اسمش نوروزی نباد بذارید میتونید دینستید جشن پیشباز نوروزی یا جشن مثلا دید و بازدید بعد از نوروز بذاریم یه چیزی خلاصه بگیم که در ذهن افرادی که میان تو اون جشن یا چای که میان اونجاها تو ذهنشون شکل میگیره بدونن اون شب که نوروز هست روز 21 مارچ هست و دقیقا از ثانیه که بهار آغاز میشه یعنی سیزنال چینج میشه از زمستان به بهار اون زمان نوروز ایرانی ها آغاز میگردد پس بنابراین اینها رو ما با تفیق کنیم یا در مورد یلدام هم در مورد یلدا هم باید شب یلدا یعنی روز در حقیقت آخر دی یا بخشید اول دی شب جشنی که به شب چله بهش میگن همون روز رو باید جشن گرفت و همون مراسم رو اجرا کرد همون آجیل ها رو خورد همون یاد نیاکان ما و اجداد ما رو زنده نگه داشت اونها باید درست شب خودش انجام بشه نمیتونید شما مثلا یه ماه قبلش جشن بگیم شب یلداست هیچ معنایی نداره عرض میکنم مگر اسمش رو عوض بکنید یه اسم دیگری به عنوان پیشواز از یلدا یا هر دیگه بذاری یا در مهرگان همینطور در شب صده همینطور همه این جشنها رو باید به موقع خودش گرامی بداریم اگر جشن غیر از این هست باید نام غیر از این داشته باشد اما در مورد اینکه خوشبختانه در کشورهای دنیا این جشن رو به خوبی دارن پاسداری میکنن باید جای سپاسگزاری داشته باشه و ما میبینیم که در اروپا، در آمریکا، آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا و حتی کشورهای کارایی و غیره که عرض کردم هر یه ایرانی بوده امسال خبر داریم که جشنهای مفصلی علا رقم این که در دو سه سال گذشته به دلیل کرونا ما نتوانستیم دور هم جمع بشیم امسال دور هم جمع بودن و این روز رو گرامی داشتن خب حالا که به اینجا رسیدیم یک صحبتی هم میکنیم در سه سال گذشته که ما محروم بودیم از برگزاری این جشن و عدم شرکت در مهمانی های چند صد نفره تا چند هزار نفره و فستیوال های نوروزی و غیره میدونید که کرونا در سال 2019 به وجود آمد به همین خاطرم میگنش کووید 19 خب کووید 19 یک ویروسی بود به نام ویروس کرونا که در سال 2019 آب جهان گذاشت نه به کشور البته در ووان چین پیدا شد و بعدش گسترش پیدا کرد به همه جهان از جمله خیلی زود به ایران رسید و خیلی زودم از ایران خارج شد بسیار از مسافرانی که اون موقع سفر میکردن به اروپا و کانادا متاسفانه مثبت بودن و ما آمارش رو داریم در اینجا البته از هر جای دیگه هم می آمدن همین طور می شد چون به سرعت این بیماری توانفرسا گسترش پیدا می گفن. خب به دلیل گسترش بی حد و حساب این ویروس یادتون هست که تمام جوامع علمی بین دنبال بودن که یک واکسنی تهیه بکنن چون یا باید دارو پیدا بشه یا باید واکسن پیشگیری از گسترش این بیماری پیدا بشه تو خوشبختانه به مدت بسیار کوتاهی دانشمندان جهان از جمله آمریکا و کانادا و انگلیس و سایر کشورهای دنیا موفق شدن که واکسن این بیماری رو تهیه کنن به نام واکسن کرونا حالا اون کمپانی هایی که این واکسن رو تهیه کردن اسم کمپانی خودشون رو روش گذاشتن مثل واکسن فایزر یا مدرنا یا جانسون جانسون یا هر کدام دیگری که الان ما به اونها آشنا هستیم و بنابراین بزرگترین تبریک رو بایستی به این دانشمندان بدن که توانست ظرف فکر میکنم بین 8 تا 9 ماه به این واکسن رو تهیه بکنه اونم از یک راه بسیار جدید و علمی مسنجر آر ای که این مسنجر آر این کدی است که میره در داخل بدن و همون آنتیژن ها یا اون جرمی که باید بره در بدن و تبدیل بشه به یک جرم مخالف و علیهش آنتیبادی یا ضد اون تهیه بشه در بدن و بتونه مبارزه بکنه اگر میکروب واقعی یا ویروس واقعی این ترکیب واکسن رو دارم عرض میکنم و بعد بتونه مقابل کنه درست شد و خب داروهای زیادی هم در انواع اقسام مختلف آمده شد و خب خیلی هاش عملان در حال اجراست و بالاخره علا رقم متاسفانه تلافات سنگین و زمینگیر شدن خیلی زیها و خیلی افراد زیادی اما در کل داریم میگه پرش رفته و کمش مونده داریم به انتهای جدول میرسیم یا این تایم تیبلی که بود گرچه ضربه های سنگین اقتصادی به اقتصاد جهان وارد شد هنوز هم بعضی از محورهای توسعه به حالت عادی بر نگشته مثل مثلا صنعت اتومبیل سازی که هنوز میبینید که در شهر تورنتو ماشین ماشین نو گیر نمیاد و شما بایستی بین 4 ماه تا یک سال یا بیشتر منتظر باشید سفارش بدید تا ماشین هایی که مورد علاقتون هست تهیه بکنید یا شاید هم در قسمت های دیگه دچار مشکلات اقتصادی هستیم مثل مثلا امور ساختمانی میدونم که وسایلی که الان دیولوپرا با تهیه بکنن با قیمت های گذاف هست یعنی چیزی که مثلا اون موقع ممکنه با 5000 هزار دلار تهیه میشد الان با نزدیک به 15 تا 20 هزار دلار تهیه میشه حداقل قسمت ترابریش که منتقل بشه و خب تاثیر جدی میذاره روی ساختمان سازی و به همین ترتیب تاثیر میذاره روی تورم نقطه به نقطه تورم های به اصطلاح غذاهایی که ما مصرف روزانه داریم یا هر چی دیگری اینها از عوارض سنگین اقتصادی کشورهایی مثل کانادا، مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه اینها موفق شدن با کمک های اقتصادی به خانواده ها اون زندگی تو خونه نشستن و بیرون نیامدن از منزل رو و از دست دادن جاب و شغلشون رو به یک شکلی حل کنن گرچه انتقادهایی هم هست که بالاخره این بدهی های ببار آمده برای دولت ها تا سالها به وسیله تکسی که به وسیله جنریشن های بعد باید پرداخت بشه انجام خواهد شد و خیلی ها هم گله داشتن اما در کل غیر از این چاره ای نبود و کار بسیار ارزشمندی این دولت ها انجام دادن تا توانستند این جامعه رو حفظ بکنن مشکلات اقتصادی فراهم نشه مردم در تنگنای بدی قرار نگیرن البته متاسف هستم که عرض کنم که میشه ساعتها به این مزایا و معایب صحبت کرد و آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد یک کشتار احمقانه و وحشتناک بود یعنی وقتی واکسنی که ارز میکنم با این زحمت با این تلاش بینالمللی دانشمندان فرزانه ما تهیه شده آزمایش خودش داده و وسیله مراکز مهم علمی تایید شده و اون پروسه های علمی شد طی کرده چگونه به وسیله یک کسی تحریم میشه این تحریم تحریم کم خوردن و کم نوشیدن نیست این تحریمی است که منجر به مرگ صدها هزار نفر از هموطنان ما انجام شد متاسفانه البته بعد از مدت نچندان کوتاه تازه متوجه شدن که حرف بی است و بالاخره سیاست ها رو تغییر دادن و خوشبختانه هموطنان ما هم الان دارای واکسن هستند و اگر بخوان واکسن بزنن خیلی آماده است و این اشتباهات رو امیدواریم دیگه نکنن و با جان مردم به دلیل ایدئولوژی یا اعتقادات سیاسی یا غیرو در خطر قرار ندن اینها عرض کردم شما از هر گوشه ایش که بری جلو میشه کتاب ها نوشت و الان هم ادهی حتما مشغول نوشتن این کتاب ها هستن اما در اینجا عرض کنم که خلاصه این بیماری شو در جامعه در کامیونیتی خودمون بالاخره واکسن اول رو همه زدن و بعد نوبت به دوز دومه واکسن بعد از چند هفته رسید و نهایتا به واکسن بوستر یا ریمایندر که واکسن سوم فایزر یا مادرنا یا هر کدام از اونها باز هم در خدمت دوستان بود در خدمت جامعه بود و زدن و الانم جامعه کانادا میتونم با افتخار عرض کنم که حدود 91 درصد واکسینه شدن و این رقم رقم بسیار بزرگی است چون اگر شما به تاریخ واکسیناسیون همه بیماری های دیگه مراجعه بکنید یک رقم 91 درصدی رقم بسیار بالایی است گرچه گرچه بعض از بیماری ها مثلا مثل دیفتری کزاس یا سرفه اینها واکسن های بر حقیقت آمار صد درصدی دارند خب اونها به جای خود چرا برای که مدارس اجبار میکردن یعنی شما میخواستید بچهتون بفرستید مدرسه در ایران اینجور بود در این کانادا هم همینطور هست همین الانش هم هست شما باید دفترچه واکسیناسیون داشته باشید و اگر واکسن نزدید میبرنتون بهتون میزنن کما که خیلی از بیماری ها رو با همین واکسن از بین بردن یا نیمه جان کردن یک زمانی بود که در دنیا سالی هشت میلیون نفر در اثر بیماری توبکلوسیس یا بیماری سل می مردن. ولی الان به همت سازمان جهانی بهداشت و همچنین همکاران پزشک اونه که در پابلیک هلت و یا در قسمت های مربوط به آن خدمت می کنند و همچنین پرستاران بسیار فداکار بهورزان بهداشتیاران در سراسر دنیا به اسامی مختلف توانستن این رقم مرگومی رو به پنجاه درصد کاهش بدن و در حال حاضر کمتر از چهار میلیون در دنیا به دلیل بیماری سل میمیرن که علت اصلیش واکسیناسیان موقع بوده است در کشور ما که خب در زمان گذشته رژیم گذشته در همه بیمارستان ها الان هم البته هست بچه که دنیا میومد همونجا واکسن سل رو بهش میزدن یا اگر پیش دکتر بردن در اولین ویزیت واکسن سل رو میزنن کما که ایرانیانی که میان در کانادا و مثلا میخوان برن دانشگاه یا میخوان برن یک سمتی رو در هر گوشه به عهده بگیرن ازشون واکسن میخوان یا اینکه مشکل ریاوی دارن و میگن برو مثلا تست توبرکلوسیس بده وقتی میزنن میبینیم نشون میده که مثلا ورم میکنه میاد بالا تست مثبت میشه خب اینا باید حتما بگن که ما از ایران آمدیم و ما در اونجا قبلا واکسن سل رو زدیم و این امتحان میشه اینجا مال واکسن قبله که نشون میده ما نسبت به این بیماری ایمیون هستیم و این فاکتور بسیار بزرگ و خوب هست برای سلامتی بچه های ما خب همطور که از کردم در کل دنیا یک افتخار بزرگی برای جامعه بهداشتی و پزشکی بود منظورم از این است که واکسن کار مهمی میکنه حالا توبرکولوسیس اینجوریه یا بی بعض از بیماری ها مثل کزاس یا سرفه دیفتری سرخک اینا رو شما الان تو خانواده ها نمی بینید به علت این است که خب صد درصد واکسینه شدن وقتی کسی در یه مورد بیماری های صد درصد واکسینه بشه یه جامعه دیگه چیزی دیولوپ نمیشه که بتونه انتقال بده و شما مثلا این بیماری رو ببینید به چشمتون اما یک خطر فقط داره به این دلیل که بعض از بیماری ها هست که ما واکسنشو میزنیم ما نمیگیریم ولی در جامعه هست و ما اکسپوز میشیم باش باش روبرو میشیم و هر وقت که روبرو میشیم میاد در بدن ما ما بیمار نمیشیم ولی شروع میکنه به تقویت ایمنی بدن بنابراین روز به روز ایمنی ما نسبت به این بیماری که در جامعه هست و ما واکسین هستیم ایمنی ما بالا میره این یعنی چی؟ یعنی که اگر بعد از مدتی ما اکسپوز نشیم روبرون نشیم به این بیماری مثل سرخک خب ایمیونیتی بدن ما که در اثر اکسپوز شدن به این اصطلاح بیماری در جامعه میرفته بالا نمیره بالا و بنابراین نیاز به یک دوز جدید همون واکسن هایی است که در کودکی ما زدیم که الان شما بعضی وقتها این بیماری ها رو به خصوص آمریکا گزارش کردید که در افراد سی سال به بالا هم دیده شده خب اینا نشون میده که این برنامه واکسیناسیون و اکسپوز شدن به بیماری و تقویت ایمنی بدن یک سیرکل بسیار بسیار, بسیار عالی و خوب جواب میده و باعث نجات جهانی بشر شده است خب بنابراین بعد از این حالا اگر برگردیم به واکسن کرونا هم همون سیستم رو داره معمولا واکسن ها دو سه دوز داره مثلا اگر شما تو در خانواده ها الان دارید گوش میدید به عرایز بنده میدونید بچه ها رو در دو, دو ماهگی چهار ماهگی شش ماهگی به اصطلاح با دیرید واکسن های کزاز و سیاه فلج اطفال اینها رو بزنید و بعد از شیش ماه یک سال بعدش به نام بوستر ریمیندر یا یادآوری اول و بعد ها هم قبل از مدرسه پری اسکول بهش میگن اگر لازم باشه یک دونه یادآوری دوم هم میزنن پس بنابراین این یک چیز علمی و یک پروسه علمی جا افتاده برای همه واکسن هاست بقیه مثلا واکسن هپاتیت هم همینطوره شما در واکسن هپاتیت در سه نوبت میزنید ما... اول بعد دو ماه بعد بعد دو ماه بعد و بعدش حالا شاید در سه مورد کافی باشه مثلا برای هپاتیت که کسی هپاتیتیس نگیره برای خیلی از بیماری های دیگه شاید یه سینگل و شات مثل مثلا شینگل کافی باشه کسی که مثلا واکسن شینگل میزنه زونا که ما میگیم خیلی هم دردناک هست نه واکسنش بیماریش خیلی دردناک هست بنابراین شاید دیگه نیاز به دوز دوم نباشه علتش نیست که در جامعه وجود داره و شما به اونها اکسپوز میشید و چون واکسن هستید نمیگیرید ولی ایمیونیتی بدنتون همینجور به طرف بالاست حالا در مورد واکسن کرونا اگر فکر بکنیم چون در جامعه و در کشورهای جهان دارن این رو سرکوب میکنن و احتمال کمی داره که ما به این بیماری اکسپوز بشیم یا اگر اکسپوز بشیم خدای نکرده عوارض بدی داره ممکنه هاسپیتالایز بشیم ممکنه کارون با آی سی او بکشه همه اینها ناراتی های تنفسی غیر و, غیر و غیره بنابراین برای منظور خب اومدن این نوع بوستر رو زیاد کردن درست مثل که شما اکسپوز بشید رو به رو بشید با این ویروس بنابراین نگران نباشید اگر که میگن که دوز سوم و دوز چهارم و اینها اینها دقیقا به دلیل lack اکسپوز شدن در جامعه هست و ما باید خودمون به وسیله واکسن اکسپوز بشیم و ایمیونیتی بدن رو بالا ببریم حالا خلاصه ارزم ای این است که در این کرونایی که از سال 2019 آمده دوز اول و دوم که صد درصد اجباری است و دوز سوم بالاخره خیلی ها زدن و باید می زدن و الان صحبت از دوز چهارم این واکسن هست ما در کشور زندگی می کنیم که خوشبختانه هم در داروسازی مقام بالایی داره هم در پزشکی مقام بالایی داره هم جز کشورهای هفت کشور بزرگ صنعتی جهان هست و هم از نظر مالی و امکانات ثروت ثروت زیادی داره و مشکلات مالی ندارن دولت های مثل آمریکا یا کانادا یا اروپا و ازیاشون بنابراین خب موقعیت طوری است که این واکسن ها در اختیار هست و ما چرا استفاده نکنیم گرچه ما معتقدیم که بهداشت عمومی و بی خطر در زمانی فراهم میشه که ما به همه برسیم یعنی به نظرم دولت هایی که واکسن, واکسن زیادی خریدن این واکسن رو باید در اختیار کشورهای فقیر یا کشورهایی که به هر دلیلی نمیخوان این واکسن رو بزنن یا ندارن بخرن در اختیار اونها قرار بدن چون اگر ما یک طرفه باشیم و خود دنبال فکر خودمون باشیم مسلما این ویروس از بین نمیره و دوچاره موتیشن های مختلف میشه و بعدم جامعه ما رو هم آلوده میکنه زمین اینکه به قول سعدی بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیگ یک گوهرند چو عضوی به در داورد روزگار دگر عضو را نماند قرار ما نمیتونیم نسبت به اون چی که در دنیا میگذره بی تفاوت باشیم و دور خودمون یه حلقه بکشیم و بگیم برای, برای ما خیلی خوبه بهداشت کانادا مجانیه و همه این کارا اینها غلطه بالاخره به دام میفتیم به دام میفتیم تو یکی ای از این سخنرانی ها که من هر ماه ما داریم برای انجمن کهن ما یک سازمانی داریم همطور که خبرداری به نام کهن Community Health Advisory Network مرکز مشاوره های بهداشتی جامعه نگر که کارش Health Education, Disease Prevention و Chronic Disease Management یعنی ارتقاء سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بیماری های قابل پیشگیری با آموزش های بهداشتی مثل دیابت، مثل الزایمر، مثل آرترایتیس استرس management بسیاری از بیماری ها چون این بیماری ها بیماری هایی هستن که شما نیازی به آموزش دارید که بتونید کنترلش بکنید با یکی دو تا از این چون کار بیشتر ما با سالمندان به سالمندان که میمدن پیش ما یا ما میرفتیم پیش اونا در هر صورت در جایی که گرد داشتن میگفتن آقای دکتر مگه ما خودمون پزشک متخصص دارین کانادام که مجانیه خب بالاخره من وقتی دیابت دارم خب همشام میرم پیش پزشک عمومی و بعدم پیش متخصص و اگر مشکل داشتم میرم بیمارستان اشتباه همینه اشتباه همینه مثل یک کسی است که میگه من انقدر پرخوری میکنم اگر مریض شدم من ببرم بیمارستان خب عزیز من اگر رفتی بیمارستان همه آدما سالم از بیمارستان بیرون نمیان بیمارستان داره شما رو درمان میکنه اگر درمانت از تاریخش نگذشته باشه و بعدم تمام این بیماری هایی که من عرض کردم الان مثل دیابت و انواع اقسام و آرترایتیس ها استوارتریت ها الزایمر نمیدونم استوپروسیس پوکی استخوان و بیماری های قلبی بیماری های فشارخون بالا اینها همش زمین ساز چاقی هاست پرخوری هاست انواع اقسام چربی های ناجور و خطرناک ورزش نکردن بی تحرکی آب نخوردن و خیلی از مسائل شما بایستی یک سازمانی باشه تو خونتون یک کسی باشه یا خودت اطلاعات داشته باشی یا بیرو تو اینترنت بدانی که با یک بیماری دیابت چه کار باید بکنی چطور شما به من میگی که خب ما خود اون هم داریم و فلان داریم و اینا البته تعداد خیلی کمن که این حرفا رو میزنن من به صورت جنرال دارم عرض میکنم پس بنابراین همین طوری که در مورد پیشگیری از بیماری ها ما باید گوش بدیم به افراد متخصص البته متاسفانه وقتی ما از متخصصین پزشکی یا پزشک عمومی یا متخصص خارج میشیم و میفتیم به دامن پرستاری یا غیره خوبه چون اونها هم فالو میکنن سیستم رو حالا مشکل طوری است که جوی پیش میاد که ما متوسل به معجزه میشیم یعنی میریم به طرف افرادی که سو استفاده از است. علم پزشکی میکنن مثلا میگن ما یه چیزی مولتی ساختیم که اگر شما اینا رو بخورید مثلا فرض کنید که دیگه اصلا هیچ وقت دیابت نمیگیری یا اصلا شما کار داروهای شیمیایی رو نخور بیا پیش ما ما فلان چیز بد میدیم اینها هست که نمیگم همش غلطه ولی میتونه خیلیش غلط باشه میافتین تو درد سرهایی که ما رو دوچار گمراهی میکنه و چه بسا عمر عزیز رو ما از دست میدیم پس بنابراین ما باید در تمام این موارد چه برای پیشگیری های ارز کنم حضورتون بیماری های چیز بیماری های قابل پیشگیری به آموزش بهداشت چه برای بیماری های مثل کرونا و غیرو به گفته دانشمندان توجه داشته باشیم و فالو بکنیم که در یک راه درستی ما حرکت میکنیم و این خیلی, خیلی مسئله مهمی است در مورد کرونا داشتم حرف می که یک مقدار آمدم اینجا پس بنابراین الان صحبت از دوز چهارم هست همه این حرف هایی که زدم می در که قاطی کردم مسائل رو با کووید 19 یا مثال زدم اونها رو برای به عنوان سایر واکسن ها و این پروسه ای که واکسن ها طی می برای همین است که باید عرض کنم که واکسن دوز چهارم یا بوستر یا ریمیندر یا هر که اسمش بذارید الان برای افراد بالای 60 سال مهیا شده بنابراین برای همین منظور هست که توصیه می که حتما اون عزیزانی که بیماری های زیر مجموعه دارن که بستر ساز بیماری های مختلف میتونه باشه و همچنین کسانی که بالای 60 سال هستن که البته اعلام مسک شده افرادی که بیماری های پیش زمینه ای دارند بالای 50 سال هستن و اگر البته این اگر رو من فکر می کنم باید باشه که یک مدتی هم از واکسن سوم گذشته باشه میتونن برن واکسنشون رو بزنن وقتی شما اپلای میکنید که بیرید واکسن بزنید تقاضا میکنید و اگر اون هلت کارتتون رو به سیستم وارد میکنید اونا خودشون میتونن تشخیص بدن که شما نوبت شما هست یا نیست و آیا اون مدت لازمی که مثلا در مورد واکسن دوم تا سوم 168 روز تعیین شده بود البته برای کسانی که بیماری های پیش زمینه ای دارن زودتر هم میزدن ولی در این ولی بعدش همه 168 روز بودن یعنی زیر 6 ماه مثلا 5 ماه و نیم اینطورا ولی برای واکسن چهارم رو دقیقا اطلاعات مختلفی است باید بپرسید وقتی که میرید برای اینکه این واکسن رو بزنید بگید که ما واکسن سوم اون مثلا کی زدیم مثلا اگر کسی در ظرف این دو سه ماه الان واکسن سوم زده زود واکسن چهارم رو بزنه پس اینها رو بایستی رعایت بکنید اما در مورد اینکه آیا این بیماری وضعیتش در کامیونیتی ما چگونه است باید بگم متاسفانه رقم ها خیلی بالاست خیلی بالاست هر چقدر که ما به اصطلاح رعایت نکنیم و این تعداد در بالا ما دیرتر به آرامش عمومی برمیگردیم پس اگر شما به فکر اقتصاد کشور به فکر سلامتی خودتون به فکر سلامتی بچه ها هستید بایستی رعایت بکنید و مهمترین مسئله هم سه چیز هست یکی با مسک همه جا برید تا اونجایی که میشه مگر بخواید غذا بخورید که خب اونم باید با فاصله باشه بعد بتونید مثلا مسکتون وردارید یا مثلا در دندان پزشکی میرید خب مسکتون باید ورد دارید یا چشم پزشکی که خب چشمتون رو میذارید اونجا اه... یا غیرو اونها که البته خود اون پزشک یا دنتیست یا هرکی اونها با مسک های خیلی قدرتمند و حتی بعضی پوشش های بیشتر که از اونها منتقل نمیشه به شما ولی خودتون بعد از اینکه بلافاصله فاصله از اون مسیر خارج شدید باید حتما مسک داشته باشید چون بقیه پرسنل و یا بقیه جاهای دیگه این ماسک های اونچنانی رو ندارن که منتقل نکنن بنابراین ماسک رو حتما توصیه میکنم که در همه جا داشته باشید تا اونجایی که میشه دوم این که با آدم هایی که رفت آمد می کنید بدونید کیا هستن بدونید بعضی ها هستن خب مثلا یه مهمانی هایی هستن می همه ستا وکسن رو زدن یا بعضی هاشون بیماری هم گرفتن ایمیون هستن یه خانواده هستن آشنا هستن بعض پزشکیشون رو میدونید خبر دارید اگر مریض هستن اگر عطسه میکنن اگر گلو درد دارن به شما در اونجا آدم با خیال راحت تر میتونه رفت آمد بکنه ولی در جایی که مثلا این گدرینگ ها یعنی تو 200 نفر 300 نفر 500 نفر هستن ممکنه شما همه رو نشناسید البته در یک مثلا جشن عروسی یا فرض کنید یک برنامه یادگاری یا امثال هم که مشخص هست اینها هم میشناسیم کیا هستند. حتی اونجا هم که رفتیم ما باید مسک بزنیم پس مسک یک اجبار و یک پیشنهاد منطقی است دوم فاصلتون رو حفظ کنید اگر فاصله ها رو حفظ کنید مثلا همون یه دو متری که گفتن خب دو متر هم البته دو متر واقعا یا شیش فیت میگن بیشتر هر چقدر بیشتر باشه بهتر هست که فاصله ای باشه که اگر خدای نکرده کسی هم آلوده بود شما رو آلوده نکنه سوم اون کسانی که اون کسانی که واکسن نزدن ترغیبشون کنید حتما واکسن بزنن و الا باشون کنار نیایید یعنی در یک جایی قرار نگیرید چون بین کسانی که واکسن زدن و کسانی که نزدن 21 برابر اختلاف است یعنی تعداد مرگ و میر در اونهایی که واکسن زدن 21 برابر کمتر هست این آمار دولت کانادا است بنابراین حالا به ترتیبی که دو تا زده یکی سه تا زده اینا هم جدولی مخصوص داره که به شما میگه که چکاک بس بنابراین واکسن رو حتما بزنید و ترغیب کنید دوستانتون رو هم که اونا هم برن واکسن بزنن یک مسئله دیگری هم که هست این است که تمیزی یعنی دستاتون رو بشورید وقتی از سر کار میاید لباستون رو عوض بکنید اگه میشه لباس تو خونه رو که میپوشید اون لباس که حداقل یه گوشه باشه تو فردا صبح بپوشید برید در دوازده ساعت طول میکشه و اون در دوازده ساعت خیلی از ویروس ها از بین میره البته ویروس کرونا میگن در ساعت های بیشتر هم زنده میمانه اون رو عرض نمی کنم ولی در کل تفاوت خواهد داشت خیلی بهتر هست که از بیرون که میاد لباستون رو در خانه عوض کنید خود با بچه ها ارتباط داشته باشید ببینینشون چون مسئله هم مسئله فقط سلامتی نیست بلکه از کار افتادن یک کسی که دانشجوی دانشگاه فرض کن لامی خونه یک هفته نتونه بره دانشگاه اصلا شاید به اندازه شیش ماه عقب بیفته برای که انقدر فشرده است برنامه ها که سال اوله بخصوص خصوص مثلا بعضی از دانشکده ها دا مثل پزشکی یا لا یا رشته های دیگه میرن یک هفته از کارشون موندن یا ده روز موندن و بعدم عوارزش رو داشتن و بعدم تا چند ماه ممکن عوارضش بمونه این رو باید رعایت بکنید و مسئله دیگه همین است که بعضی ها میپرسن که آیا این عوارض کرونا چگونه است عوارض کرونا در افراد مختلف مختلف است اصلا متوجه شدن که این سیستم یا ساختار ایمنی بدن ما مثل جای انگوش اثر انگوش ما میذاریم معلوم میشه این فقط مال من هست در مورد این ترکیب زنجیره این ایمیونیتی بدن حالا مثل ای جی جی ای جی, ای جی انواع اقسام گلوبولین ها که امتحان کردن فهمیدن ساختار ایمیونیتی بدن من با برادرم فرق میکنه یا با یکی دیگه فرق میکنه یا با روبروم هر کسی که هست بنابراین باید بدونید که این سیستم فرق میکنه و به همین نظرم اثرگذار هست در ادامه عوارض وابسته به کرونا یک کسی هست میگه که من هنوز بعد از یک سال تیستم برنگشته نگشته هنوز نمیفهمم یه قاشق فلفل بریزم تو دهنم نمیفهمم بعضی ها میگن نه ما بعد از مثلا 20 روز همه چیز برگشت و اوکی شدیم و فلان بنابراین ها رو نمیشه قیاس به نفس بکنید سعی کنید اینها رو رعایت بکنید ما به پایان برنامه رسیدیم و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین شما بینندگان گرامی برنامه به دنبال آفتاب و تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه رو خاتمه میدین تا دیداری دیگر خدا نگهدار چشم دل باز کن که جان بینی آن چه آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی